سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به ویدیو جدید. ما اینجاییم که نمایشگاه طلا جواهر اصفهان. به احتمال زیاد الان که دارین ویدیو رو نگاه می‌کنین، خب لایو رفتیم، میتونید برید لایو هم نگاه بکنید. این ویدیو قبل لایو که دارم ضبطش می‌کنم، یه سری جای نمایشگاه رو بتونم نشون میدم و امیدوارم که خوشتون بیاد دیگه نمایشگاه. من که تا اینجا که نگاه می‌کنم، به نظر خودم نمایشگاه جالبیه، ولی حالا یه سری جاها رو هنوز نرفتم، ندیدمشون. حالا به احتمال زیاد الان میرم پیداشون بکنم، چون ممکنه یه سری اصلا نیومده باشن داخل نمایشگاه که امیدوارم اومده باشن دیگه. با هم دیگه بریم چند جا رو نگاه بکنیم. سری کارهای حالا اینجایی که دارم نگاه میکنم، نمایشگاه نظر سنگ نسبت به نمایشگاه تهران، احساس میکنم که یکم سنگ کمتری داخلش هست، یعنی حالا جواهرات کمتری داره و بیشتر فوکوسش روی کارهای ساخته شده است. حالا به نظر خودم اینطوری، حالا تو مطمئن نیستم، ولی چیزی که من تا الان دیدم اینطوری حس میکنم. نکته مثبتش هم که خب خیلی به درد من میخوره اینه که ابزار فروش هم داره. حالا اگه بریم و برسیم به قسمتی که جذابه و خیلی دوست دارم، بخشم نگاه بکنید. میتونم فیلم بگیرم؟ همونطور که میبینید میشه فیروزه توی نمایشگاه طلا جواهر یه بخش خیلی گسترده ای رو داره. اگه دقت هم بکنید توی نمایشگاه تهران، پدر فیروزه، نمیدونم حالا به مسخره نمیگم، ولی یه شخص حالا خیلی مهمی رو در رابطه با فیروزه مشاهده کردید. هم که حالا فیروزهای صرفا تو بارخونه ایه. میتونم فیلم بگیرم از ویترینتون؟ مشکل نداره؟ اینم که گویای فلزیه، حالا برای ساخت کارهای آماده. که یه ذره اون بر حالا دستگاهش هم دیدیم. فکر میکنم این برند داخل حالا تهران دیده بودیم. نظرتون ممکنه بیان بمون بگم فیلم نگیر؟ امکانش هست؟ هومن گالری، فکر کنم گالری هومن، آره همینه. توی تهران هم این گالری رو داشتیم. حالا اگه ادیتیم تیکر رو بذارم براتون. ببینید حالا بخش سنگای راف هم این قسمت، حالا من این قسمت ندیده بودم، ولی سنگ و اینجور بذار هم دارن توی نمایشگاه. میرسیم به بخش جذاب دوست داشتنی خودم. من سوال بکنم ببینم اجازه دارم فیلم بگیرم یا نه. میتونم از ویترینتون فیلم بگیرم؟ مشکل نداره؟ نه حالا بخش دوست داشتنی من که دارم لذت میبرم از وجودش. حقیقتا یه همچین فروشگاهی داخل نمایشگاه تهران کم بود. این جاییه که قراره حالا فردا یه نخراشکاری انجام بشه از آیشی محمدی. خب دوباره میرسیم به این جایی خیلی جذاب ابزار. حقیقتش من احساس میکنم فقط باید همین قسمت نمایشگاه باشم. حقیقتا خیاب الفاظ ابزار در ابزار، ابزار کیمیا. اوکی بپرسن هم میتونم فیلم بگیرم؟ میتونم فیلم بگیرم؟ مشکل نداره؟ آقا من تلفنم زنگ خورد و قطع شدیم. بریم یه بخشی رو بهتون نشون بدم و احتمال زیاد بریم که من یه ویدیویی نگاه بکنم و برگردیم. این بخش نگاه بکنید که ابزارهای خیلی جذابی که هست اینه. فکر میکنم با باتری کار میکنه برای اسمیت یا حالا هر چیزی که با گاز و اکسیژن باشه، کلا گاز باشه، آب جرقه روشن بشه. این خیلی ابزار جذابیه. من اگه بخوام بگیرم سیاهش رو میگیرم، یکم براقش اجرایی اینجوری دیگه چشه، خیلی دوست ندارم. اینم چیز جذابیه برای ساخت علنگوه. منم داخلش دارید میبینی. سلام. خب اینا جعبه خیلی جعبه جعبه چند؟ ببخشید این جعبه چه قیمته؟ نه متشکرم. 208 280 اونم که قالب خوش است. این قالب خوشه بزرگ خیلی چیز جالبیه، حقیقتا خیلی خوشم میاد ازش. اونم که ست دوست داشتنیه که قبلا میخواستم بگیرم، ولی خب خورخور تقریبا همه وسایلش رو گرفتم. چه خیلی جذابیه. این اگه اشتباه نکنم میز آبکاریه، یعنی استند آبکاریه که توش آبکاری انجام میدن. باید چیز جذابی باشه. اینکه فرزه
این خیلی جذابه. قالب دیواره گرده برای گرد کردن به کار میره. چیز جالبیه. این حدیده است ولی چرا اینجوریه؟ اگه این حدیده است چرا اینجوریه؟ چرا این شکله حقیقتش؟ اینم دستگاه پرداخت جذابه که من هیچ وقت نتونستم بخرم. همچین چیزی بخواستم بخرم که خب نخریدم. شاید بعداً یه همچین چیزی بگیرم. از نزد دورتر ببینید. حقیقتش من یه جایی رو پیدا کنم برای استراحت و غذا خوردن. تقریبا وقت نهاره. اگر اشتباه نکنم باید 2 ساعت دیگه استریم بکنم. اگر استریم رو ندیدید از این بالا یا این بالا میتونید استریم رو نگاه بکنید. شاید حالا لایو برگزار شده. چیز جذابی قطعا هست. چون اصلا نکنه تو نمایشگاه میبینم خیلی جذابه. در رابطه با نقد نمایشگاه، حالا نمایشگاهی که رفتم رو از این به بعد نقد میکنم و نظر خودم درباره‌شون میگم و مقایسه‌شون میکنم با نمایشگاه 2 سال پیش اصفهان که اصلا برگزار نشد. چون دیگه بیس کار این که یه چیزی برگزار نشه چقدر بده و آیا نمایشگاه از این سطح پایین‌تر یا بالاتره. فرض مثال نمایشگاه تهران، این نمایشگاه فوق العاده افتضاح. حالا یه دلیل از اینکه من از نمایشگاه تهرانم بعدم میاد، حالا یه موضوعیه که گفتن نداره. میتونید این نقدها رو توی توییتر دنبال بکنید. این آدرس توییتر منه. اگر خواستید میتونید برید توی توییتر نقدها رو دنبال بکنید. ساده لایو اگه نمایشگاه رو برم حتما اونجا بعد از اینکه نمایشگاه رفتم نقدش هم مینویسم. میتونم از ویترینتون فیلم بگیرم. مشکل نداره. این کارهای رزینی خیلی جذابه به نظر من. از نظر من چاپ سبودی داخل جواهرات میتونه یه انقلابی بوده باشه برای خودش. چون مثلا نگاه بکنید این قسمت زنجیری رو که شما باید با دستتون مثلا ببافید و وزن بالایی به شما میده، قطعا میتونید با چاپ سبودی خیلی راحت تر اون رو در بیارید که خب خودش خیلی پیشرفته. هم سرعت کار میبره بالا، هم میتونید که وزن خیلی صرفه جویی بکنید، وزنتون رو میتونید کمترش بکنید. و حالا نمونه هایی هم که ریختگری کردن هم مشاهده میکنید. ریختگری دقیق بسیار جذاب و زیبا در آوردن. حالا نمایشگاه جالبی هست به نظر من برای تقریبا هر سلیقه‌ای توی رشته جوارسازی. حالا صنعتیش به نظر من ماشینالات داره. تا اینجا که ارزش اومدن رو داشت حقیقتش. منو داره ارضا میکنه، جذابه. حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته بقیه‌اش. بریم ادامه این نمایشگاه داشته. اینم که دستگاه ریختگری اوتوماتیکه. من بیشتر فیلماشو دیدم و تو نمایشگاه دیدم قطعا. دستگاه جوش لیزر. میتونم فیلم بگیرم از کارتون؟ چه نداره. جذاب شگفت‌انگیز. امیدوارم که برگشتیم به همون جای قبلی. من برم یه ناهاری بخورم و ادامه فیلم برداری رو با هم دیگه داشته باشیم. خدا نگهدار. سلام دوستان، من ناهارمو خوردم تو نمایشگاه توی رستورانش شاتون خالی. یه موضوعی هم در مورد نمایشگاه خواستم، تعجب بود برام، خواستم بدونم این که تقریبا میدونستم که فروشگاه دنبوری شرکت میکنه. چون برام پیام فرستاده بود که شرکت میکنیم اگه دوست داشتین بیاین. و اینکه چون نمایشگاه نسبت سال پیش از بخش بیشتری از سالن استفاده کردن، تقریبا 100% سالن استفاده کردن، بذار سالن بزرگی حقیقتا. تا الان که من دارم میگردم برای 1 ساعت 1 ساعت و نیم تو نمایشگاه نتونستم غرفه دنبوری رو پیدا بکنم. حتی غرفه ابزار کورون رو حالا استوری کرده بود پوستر نمایشگاه رو، کماکان پیدا نکردم پوسترشون رو. ولی خب حالا امیدوارم که باشن تو نمایشگاه. بازم حالا بگم نمایشگاه رو بیشتر میگردیم و هر چی بیشتر میگردم احساس میکنم قسمت‌های جدیدی از نمایشگاه رو پیدا میکنم. خیلی عجیبه واقعا. بریم که حالا ادامه نمایشگاه رو هم داشته باشیم. غرفه نمایشگاه رو پیدا کردیم، نمایشگاه دنبوری رو. ببینیم که اون چیزی که توقع داریم از غرفه برآورده میشه یا نه. ببینیم که غرفه‌شون مثل سال 3 یا 4 سال پیش می‌کنم. 4 سال پیش، غرفه 4 سال پیش خوب هست یا خیر؟ اینجا که فقط یه سری ابزارهای ریختگری رو دارم می‌بینم آوردن. سلام. ببخشید میتونم فیلم بگیرم از غرفه‌تون؟ بله. مشکل نداره؟ اصلا فکر کنم از جلوی این غرفه رد شده بودم. حتماً اسمش رو نگاه نکرده بودم. صرفاً یه سری ابزار ساده آوردن. ابزاری هم که به چشمم آشنا نیست. دو تا دم نورد آوردن و چی دارم میبینم بیشتر ابزار ریختگری و چیزای خیلی جالبی نیاوردن. حقیقتش یه ذره دلسرد شدم از غرفه دنبوری. خب نه، دنبوری حقیقتاً دلسردم. توقعی بیشتری از غرفه دنبوری داشتم. یه ذره دلسردمون کرد. امیدوار بودم که خب یکم بهتر باشه، ابزار بیاره بیشتر تو بحث صنعتی کار کرده. خب حالا سیاست خودشونه قطعاً. من خیلی خب چیزی برای استفاده من نداشت. حالا فرض مثال بخوام استفاده کنم حقیقتش. خب بریم ادامه نمایشگاه. نمایشگاه انقدر پیچ و پیچه
من حقیقتش نمیدونم از کجا دارم میرم از کجا دارم در میام. کلیت نمایشگاهم حالا از این قسمت هایی بخواییم بریم جلو نه حالا دستگاهی پرینتر سبودیه که خیلی بزرگ یعنی حقیقتش نمیدونم تیراژ میزنن یا حالا چه مدلیه. ببخش اشکال نداره از ویترینتون فیلم بگیرم؟ حال کلیت نمایشگاه همین بود، یه سری ابزار، ماشین‌آلات صنعتی، سنگای راف تقریبا میتونم بگم و حالا به تراش نخورده و بیشتر نمایش کارهای ساخته شده، حالا مثلا شرکتی یا هر ارگانی که کارهای ساخته شده داره اینجا به نمایش گذاشته برای حالا برندسازی خودش. از نظر خودم یه توضیح ریزی هم توی توییتر نوشتم وقتی که این ویدیو رو نگاه میکنید، اگه دوست داشتید برید اونم نگاه بکنید. خیلی ممنون که ویدیو منو تماشا کردید. اگه دوست داشتین لایک بکنید، اگه خوشتون اومد سابسکرایب بکنید. سوال یا انتقاد یا نظری هم داشته باشین تو کامنت برام بنویسید. اگه سوال باشه حتما بهتون جواب میدم. موفق و پیروز باشید.